کشته شدن شجرات ستان در حمله گروهی کندز. در این حادثه تقریبا 6 نفر شهید شدن سالان والا و تقریبا در حدود 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 نفر زخمی دارید. اعتراف وزیر دفاعی بریتانیا به اشتباهات این کشور در افغانستان. اشتباهات نظامی صورت گرفته است و سیاستمداران نیز اشتباهات را در آن زمان 10 یا 13 سال پیش مرتکب شدند. و پیروزی طرفداران اروپا در پارلمان اوکراین. سرویس خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. امروز دوشنبه 5 عقرب سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 27 اکتبر 2014 میلادی. من بهشت رحمانی هستم. حمله گروه 4 نفری مهاجم انتحاری به ساختمان دادستانی ولایت کندز با کشته شدن 6 دادستان و زخمی شدن 8 تن دیگرش آنان انجامید. مسئولان در فرماندهی پلیس این ولایت میگویند در این درگیری یک سرباز پلیس جان باخته و یک سرباز دیگر زخم برداشته است. با گفته آنان هر 4 مهاجم که با خود سلاح‌های مختلف داشتند هم از پا درآمدند. وحید نویسا با جزئیات بیشتر این خبر. مهاجمان حوالی چاشت خود را به ساختمان دادستانی ایستیناف ولایت کندز رساندند. مهاجم نخست با انفجار مواد همراهش راه را برای 3 مهاجم دیگر باز می کند. مهاجمانی که لباس ارتش ملی به تن داشتند و موتر مملو از مواد جنگی خود را وارد ساختمان می کنند و پس از آن هم حدود 4 ساعت جنگ. جنگی که طالبان می گویند کار آنهاست. نیروهای امنیتی توانستند رئیس دادستانی کندز را با شماری از کارمندان دیگر از این درگیری نجات دهند. اما در این حادثه تقریبا 6 نفر شهید شده سالان والا و تقریبا در حدود 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 نفر زخمی داریم. این سرباز هم در حاشیه جنگ در سوگ همرزمش می گیرید. سخنگوی پلیس کندز می گوید یک زن هم که آشپز دادستانی بود زخم برداشته و به سربازان پلیس تلفاتی وارد شد. یک سرباز پلیس شهید شده و در درگیری که صورت گرفته یک سرباز پلیس ما هم زخم برداشته. یکی از این مهاجمین انتحار کننده خودش را انفجار داده و 3 تن دیگر از انتحار کننده ها توسط پلیس از پای در آمده. ساختمان دادستانی کندز نیز از گزند این تهاجم شورشیان در امان نماند. ظاهراً بسیاری از پرونده های متهمان نابود شده است. طالبان در حومه شهر کندز هموار خیزش هایی دارند. اما این بار در داخل شهر دست به سر دادستانی گذاشتند. وزیر دفاع بریتانیا میپذیرد که مقام های نظامی و سیاسی این کشور اشتباهات را در 13 سال گذشته در افغانستان مرتکب شدند. با گفته این مقام نظامی بریتانیا طالبان شکست نخوردند. اما نیروهای امنیتی افغان حال توانایی آن را دارند که مسئولیت کامل جنگ را بر عهده بگیرند. فهیم نوری این گزارش را تهیه کرده است. یک روز پس از پایان ماموریت رسمی نیروهای بریتانیایی در افغانستان و واگذاری بزرگترین پایگاه این نیروها به سربازان افغان، وزیر دفاع این کشور در مصاحبه با بی بی سی از اشتباهات این کشور در ماموریت افغانستان سخن گفته است. اشتباهات نظامی صورت گرفته است و سیاستمداران نیز اشتباهات را در آن زمان 10 یا 13 سال پیش مرتکب شدند. به گونه آشکار شمار کافی سرباز و تجهیزات لازم در افغانستان در آغاز این نبرد نبوده است. ما چیزهای ناخوشایند زیادی را از این عملیات آموخته ایم، اما آنچه به دست آمده نباید نادیده گرفته شود. به گفته این مقام ارشد نظامی بریتانیا طالبان شکست نخوردند. ما نمیگوییم که طالبان شکست خوردند. هنوز در این کشور شورشگری ادامه دارد، اما ما میراث یک حکومت دموکراتیک و نیروی امنیتی را در این کشور گذاشته ایم که فرصت خوبی برای ایجاد امنیت و رفاه برای مردم میباشد.
وزیر دفاع بریتانیا میگوید که بیشترین سربازان این کشور تا سال نو میلادی از افغانستان به کشورشان برخواهند گشت و هیچ سرباز نظامی بریتانیا بار دیگر به افغانستان فرستادن نمی شود. ما سربازان رزمی را به افغانستان تحت هیچ شرایط نخواهیم فرستاد. ما این را به خوبی روشن ساخته ایم. در جریان ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان 453 سرباز این کشور کشته شده و هزینه مجموعی این ماموریت برای دولت این کشور 19 میلیارد یورو تخمین شده است. قرار است 500 آموزگار بریتانیایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. وزارت دفاع ملی میگوید تا دو ماه دیگر نیروهای بین المللی در کشور تمام پایگاه‌هایشان را با نیروهای امنیتی افغان تحویل می‌دهند. با گفته مقام‌ها در وزارت دفاع مسئولیت رهبری عملیات‌ها به طور کامل به نیروهای افغان واگذار می‌شود، اما حمایت هوایی نیروهای خارجی تا پایان سال 2016 میلادی ادامه می‌یابد. فرهناز فروتن گزارش می‌دهد. نبود نیروهای هوایی رزمنده یک خلای بزرگ عملیاتی در ارتش ملی افغانستان. ارتش جوان افغانستان مسئولیت و رهبری عملیات‌های 100% را از دامنه‌های جنوب تا گوشه‌های از شمال به دوش می‌کشد و تا دو ماه آینده تمام پایگاه‌های نیروهای خارجی را تحویل می‌گیرد. مقام‌ها در وزارت دفاع می‌گویند تنها مورد که ارتش ملی به آن دسترسی ندارد نیروهای هوایی است و بر اساس تعهدات جهانی باید تا پایان سال 2016 نیروهای هوایی کشور تجهیز شوند. 100% عملیات‌های زمینی را رهبری میکنه. تنها در مواردی در بخش هوایی ما را کمک کردن و ای اخیراً بعد از امضای توافقنامه امنیتی همکاری‌های هوایی ما بیشتر شده با قوای بین المللی. تا دو ماه آینده در واقع کل خارجی‌هایی که به افغانستان هستن از افغانستان خارج میشن و پایگاهشون به اختیار ما قرار میگیره. به نقل از جنرال عظیمی، از آغاز جنگ تا کنون نیروهای ارتش 6000 عملیات شبانه را رهبری کردند. این عملیات ها تلفات زیادی به بدنه ارتش افغانستان وارد کرده و گاهی این تلفات گروهی نیز بوده است. قوای هوایی افغانستان کاملا مجهز شه، بخش هوایی و مدافع هوایی فعال شه، تیارات دفع تر داشته باشین که بتونه فضا را تامین امنیت کنه و از لحاظ سلاح ثقیله و قوای تانک و قوای زرهدار اینا باید روی افغانستان مجهز شه. اما برخی از مسئولان نهادهای امنیتی از قدرت و توانمندی این سربازان حرف میزنند. در چارچوبی که تعیین شده بود این مسئولیت ها سپرده شده، اما عملا از وطن خود در دو سال گذشته دفاع میکنیم. امیدوار هستیم که جامعه جهانی تعهدات را که در قبال نیروهای امنیتی افغانستان کردن بگوید اما بته. حالا ارتش منتظر تجهیز نیروی هوایی افغانستان است، نیروهایی که با تجهیزشان ارتش افغانستان خود کفاف خواهد شد. وزارت داخله میگوید یگانه راه مبارزه با هراس افغانی در منطقه بستن لانه های هراس افغانی در پاکستان است. سخنگوی این وزارت از جامعه جهانی به ویژه آمریکا میخواهد تا ریشه های اصلی هراس افغانی را از میان بردارد. فاد ناصری با جزئیات بیشتر. افغانستان سالهاست در شعله های جنگ می سوزد. جنگی که خیلی ها را کشت و زخمی ساخت و یا هم بی خانمان. گفته می شود تلاش های دولت و همکاران خارجیش نیز در 13 سال گذشته برای دست کشیدن طالبان از نبرد به جای نرسیده است. با این حال وزارت داخله از آمریکا می خواهد تا در بستن لانه های هراس افغانی در پاکستان اقدام کند. بازارها نیروهای امنیتی افغانستان و بازارها افراد ملکی هم مثلا عزیز ما در ایران شهید شدند و این برمیگرده به این که اتحاد و این اراده را کشورهای منطقه و جامعه جهانی هم نشان بده. همزمان با این بردوج بدخشان امروزه در گیر نبرد سنگین با جنجال طالب است. شورشیان این گروه با حمله گروهی درست پیش و پاسگاه های سربازان پلیس 17 تن این نیروها را با خود برده و در کنار کشته شدن 11 شورشی 3 پلیس نیز کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشتند. حمله مخالفین در ولسوالی وردوج یک مشکل به ما ایجاد کرده و ما توانستیم که دیروز با وقت نیروهای اضافی بفرستیم. با
به باور مقام های افغان حملات جنگجویان نسبت به روزهای پسین کاهش یافته و مناطقی که در 6 سال گذشته از سوی طالبان اداره می شد زیر حاکمیت نیروهای افغان در آمده است. اما هنوز هم بخش های افغانستان همه روزه حملات سخت طالبان را تجربه می کند. جیمز دابنز نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید فرصت‌های دور از انتظار برای بهبود روابط کابل و واشنگتن آماده شده است. این دیپلمات سابق آمریکا یادآور می‌شود که برنامه‌های حکومت جدید به ویژه در مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات از انتظارات آمریکا بود که آهسته آهسته از روی کابل به عمل مبدل می‌شود. نظیر عظیم کریمی از واشنگتن گزارش دارد در این مورد. در 13 سال پسین روابط میان افغانستان و آمریکا توهم با فراز و نشیب‌ها بوده است. عرصگاه این روابط با چرخش‌های سیاسی و دیدگاه‌های رهبران دو کشور با پستی و بلندی روبرو می‌شد. هرچند به باور شمار از آگاهان، اخیراً این رابطه بر سر امضای پیمان امنیتی با مشکلات روبرو شده بود، اما جیمز دابنز، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا می‌گوید اینک حکومت جدید افغانستان فرصت مناسب در اختیار دارد تا این رابطه را بهبود بخشد. فکر می کنم رهبری جدید در کابل فرصت دارد که مناسبات با کنگره و مردم آمریکا را ترمیم کند که برخی اظهارات رهبر قبلی آنها را مایوس کرده بود. فکر می کنم فرصت آن فراهم آمده است که افغانستان همکاری با آمریکا را بهبود بخشد. از سوی هم این دیپلمات پیشین ایالات متحده آمریکا در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان می گوید فشارها و واکنش‌های جامعه بین المللی سبب شده است تا باز هم خوش آمدید. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان میگویند کار ساختمانی پروژه‌هایی که متوقف شده بودند دوباره آغاز می‌شود. با گفته آنان در یک دهه گذشته حدود 1000 پروژه ساختمانی تکمیل شده است. در عین زمان اتحادیه شرکت‌های ساختمانی از رونق دوباره کارهای ساختمانی با ایجاد حکومت جدید سخن می‌گوید. توجه کنید به گزارش در این مورد. اتحادیه شرکت‌های ساختمانی در کابل با مسئولان امور ساختمانی قول اردوی آمریکا توافقنامه‌ای را روز دوشنبه امضا کرده است. بر اساس این توافقنامه تمام شرکت‌هایی که از کشورهای خارجی پروژه می‌گیرند مواد ساختمانی آنها از سوی اتحادیه شرکت‌های ساختمانی مورد آزمایش قرار می‌گیرد. مسئولان این اتحادیه می‌گویند با ایجاد حکومت جدید کارهای ساختمانی دوباره رونق گرفته است. ما امیدوار هستیم به خیر که تمام فعالیت ها پس شروع شود و امیدوار کننده است. مسئولان قول اردوی انجینری امریکا در افغانستان میگوید با هزینه 8 میلیارد دلار حدود 1000 پروژه تکمیل شده که اکثر آنها برای نهادهای نظامی بوده است. در افغانستان 107 پروژه مانا تمام مانده است که تا سال 2017 کار آنها تکمیل می شود و هزینه آنها 700 میلیون دلار تخمین شده است. گفتنی است که تا چند پیش کار تمام پروژه های نیروهای بین المللی در افغانستان متوقف شده بود، ولی پس از اعلام نتیجه انتخابات توقع می رود که کار این پروژه ها دوباره آغاز شود. اکنون هم توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 57 افغانی با 80 پول، یک یورو 73 افغانی با 10 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی، یک درهم امارات 15 افغانی با 60 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی با 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی. و اکنون هم ادریس جویا و تازه ترین های ورزش. ادریس خوش آمدی و بفرما. تشکر از شما. خبرهای ورزشی را بعد از یک وقفه کوتاه دنبال میکنیم.
سلام خدا و با عرض سلام. اولین کورس آموزش مدرس فوتبال پایه در فدراسیون فوتبال برگزار شد. مربیان فوتبال پایه افغانستان در اولین کورس آموزش این بخش از فوتبال کشور گرد هم آمدند و تا بتوانند با فراگیری روش‌های جدید به تقویت فوتبال در بخش نونهالان بپردازند. در این خصوص گزارش داریم. کورس مربیگری فوتبال پایه افغانستان به منظور بلند بردن سطح آگاهی مربیان صبح امروز با اشتراک 20 مربی از 8 سون کشور آغاز شد. علی اسکر لالی مدرس فدراسیون بین المللی فوتبال کار روی فوتبال پایه را مؤثر در آینده تیم‌های ملی می‌داند. بدون سرمایه گذاری روی اطفال و روی جوانان و نوجوانان نمیتونیم ما هیچ وقت فوتبال خوب در کشور داشته باشیم. ما نمیتونیم تنها روی بازیکنان خارجی حساب کنیم، چون تعداد کسایی که ما میتونیم بزرگترین منبع بازیکن در داخل کشور است که ما از این منبع باید استفاده کنیم. در همین حال مشاور تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان که تازه به این سمت گماشته شده است، از برنامه‌های جدید توسط هیئت فدراسیون بین‌المللی فوتبال خبر می‌دهد. تا سال 2018 اصلی ترین برنامه ما برای زیر 12 سال هستش. برنامه بعدی ما فوتبال بانوان هستش. زیر 12 سال هم دختران رو شامل میشه، هم پسران رو شامل میشه. توجه به فوتبال پایه یکی از اساسی ترین نیازهای فوتبال کشور برای تقویت و تضمین آینده ورزشی این رشته به شمار می رود و با توجه به دستاوردهای چند سال اخیر مسئولیت سنگین بر دوش فدراسیون فوتبال افغانستان قرار گرفته است. 16 ساله های کرکت کشور به مسافه هانگ کانگ می روند. تیم ملی کرکت 16 سال افغانستان که در رقابت های آسیایی این رشته موفق شده بود در دو دیدار اول خود از صدر تیم های ایران و کویت بگذرد، موفق شد برابر تیم قطر میزبان این رقابت ها نیز به برتری برسد و به این ترتیب گام محکمی برای قهرمانی در این رقابت ها بردارد. کرکت بازان کشور در آخرین دیدار خود در این مسابقات به مسافه هانگ کانگ می رود و در صورت پیروزی در این دیدار عنوان قهرمانی را به خود اختصاص می دهند. تیم ملی کرکت 19 سال کشور نیز فردا در یک بازی دوستانه به میزبانی لاهور و پاکستان به مسافه این کشور می رود. دیدار دو تیم کرکت افغانستان و پاکستان رأس ساعت 8 به گونه مستقیم از امواج آریانا به نشر خواهد رسید. اما خبر آخر این که رقابت های تنیس انتخابی تیم ملی افغانستان به پایان رسید. در پایان این رقابت ها که با حضور بیش از 40 تنیسور در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد، 9 ورزشکار برتر هر رده سنی به تیم ملی راه پیدا کردند. در بخش تیم ملی بزرگسالان سید احمد، یوسف احمد و اسدالله در رده های اول تا سوم قرار گرفتند و در کنار 6 تنیس بازی دیگر به تیم ملی راه یافتند. در بخش جوانان فیروز احمد، مطیع الله و اخترگل در رده های اول تا سوم ایستادند و 6 تنیس باز دیگر نیز در کنار این افراد جواز حضور در تمرینات تیم ملی جوانان را پیدا کردند. در رده سنی نوجوانان نیز در کنار قیس، عبدالله و سید یونس که اول تا سوم شدند، 6 تن دیگر برای حضور در تیم ملی انتخاب شدند. وضعیت هوا با همکارم بهشتن. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 15. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. و سرانجام شهر غزنی نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 6. سپاس از همراهیتان. با سرویس خبری این ساعت در ادامه هم بیننده پس از خبر با میثاق محمدی از آریانا نیوز باشید. شبتان خوش. خدا نگهدار.